خوش اومدی مریم جون به این گفتگو. ممنونم اینجا هستیم تا بیشتر در رابطه با گزارشی که اخیرا نوشتی و در واقع بیشتر گفتگوی مردمی داشتی با شاهدان عینی که طرح مبارزه با بدحجابی یا بیحجابی رو جمهوری اسلامی داره تو شهرهای مختلف ایران اجرا میکنه. یکم بیشتر برای ما بازش کن مسئله رو که چه اتفاقی افتاده، چطور تونستی این آدم ها رو پیدا کنی اگر که امنیتشون به خطر نمیفته، که چگونه باشون صحبت کردی، یکم بیشتر به ما بگو. مرسی. سلام، مرسی از دعوت پیدا جون. آره، همونطور که میدونی درست از روز شنبه 25 فروردین 1403 پلیس امنیت و نیروی انتظامی اعلام کردند که در واقع در تقریبا در همه شهرها به صورت هماهنگ اعلام کردند که یک طرح تازه‌ای به نام طرح نور رو اجرا میکنن، که توی این طرح قراره که ماموران نیروی انتظامی و پلیس امنیت در معابر عمومی با کسانی که هنجار شکنی میکنن مقابله کنن. خیلی هم باز نکردن که هنجار شکنی چیه، ولی خب واضحه که در واقع هنجار شکنی، همطور که آقای خامنه ای در مورد مسئله حجاب همیشه با کلمه هنجار شکنی در واقع صحبت میکنه، منظورشون به طور مشخص زنانی بود که تن به حجاب اجباری نمیدن و الان 1.5 سال که سعی میکنن بدون حجاب در خیابونها تردد کنن با وجود همه هزینه هایی که حکومت برشون درست میکنه. تر رو هم اسمش رو عوض کردن، ولی رسمش همون چیزیه که در طول سالهای گذشته هم اجرا شده، همون میزان سرکوب، همون میزان خشونت، همون میزان بیمنطقی و فراقانونی رفتار کردن و همون میزان عدم پاسخگویی. یعنی هیچ کس پاسخگوی اتفاقاتی که در این طرح ممکنه برای افراد بیفته نیست طبعا، و فقط همجوری ریختن توی خیابون. همطور که میدونی چند ساعت بعد از اینکه این طرح هم اجرا شد، دلهوره و اضطراب حمله به اسرائیل زمزمه هاش شروع شد. یعنی صبح 25 اولین روز اجرای طرح نور بود، شامگاهش یعنی حدود ساعت 8 و 9 شب خبرهایی زمزمه هایی رسید مبنی بر اینکه هشدارهایی داده شده و امشب احتمال حمله وجود داره، و دیدیم که نیمه شبم این اتفاق افتاد. خلاصه یک روز سراسر دلهوره. حالا من موقعی که این طرح اجرا شد، یعنی از همون ساعتهای اولیه، روایت های خیلی زیادی زنها نوشتن در رسانه های اجتماعی، در شبکه های اجتماعی خودشون، مثلا هر کسی در حساب کاربری ایکسش، در اینستاگرام، در استوری ها، در کانال های تلگرامی محلی، به خصوص کانال های تلگرامی که جوونا با همدیگه راه میندازن، مثلا مربوط به یک انجمن دانشجویی یا مواردی از این دسته، شروع کردن تجربه های خودشون رو نوشتن. من پیگیری میکردم و دیدم که اغلب کسایی که دارن روایت میکنن از برخوردهای سرکوبگرانه ساکن تهرانن، چون خب توی تهران همطور که میدونی هم شکل سرکوب همیشه متفاوته، فرق نمیکنه حجاب باشه یا هر تجمع اعتراضی یا تجمع سنفی باشه، شیوه سرکوب حکومت در تهران به واسطه پایتخت بودنش، تعدد نیروها، جمعیت زیاد و بالاخره استراتژیک بودن شرایط همیشه متفاوته. من هم بیشتر افرادی که دارن روایت میکنن در واقع آدمهایی هستن که در تهران زندگی میکنن. فکر کردم که یه سرگوش یاب بدم ببینم شهرهای دیگه چه خبره، آیا فقط در تهران داره این اتفاق میفته یا تو شهرهای دیگه هم همینطور، چون قبلا دیده بودم که رئیس پلیس انتظامی بوشهر هم در واقع آگهی و اطلاعی داده. یه استوری خیلی جمع و جور کوچیکی گذاشتم روی اینستاگرامم که آیا شما تجربه ای آدم ها دارید از مواجهه با این نیروها در شهر خودتون، و سیل پیام هایی بود که ارسال می شد در مورد اتفاقایی که داره توی شهرستان رو میفته. چندین ویدیو برام ارسال کردن، یه تعداد زیادی آدم ها فایل صوتی فرستادن به شکلهای مختلف، بعضیشون همونجا در اینستاگرام، بعضی هم تقاضا کردن که یک مسیر امتری در اختیارشون قرار بدم و من این کارو کردم و خیلی صحبت کردم. شاید این گفتگویی که یعنی این گزارش میدانی که منتشر شده حاصل گفتگو با ده ها نفر در هر کدوم از اون شهرات، یعنی من سعی کردم چون به هر حال روایت زیاد فرستاده میشه، ولی من با خودم گفتم بذارم روایت ها رو کنار هم، مشاهدات رو بذارم کنار هم، چون تو بعضی شهرها
وسعت شهر اونقدر زیاد نیست که آدما بتونن خیلی متفاوت از هم دیگه روایت بکنن. و بعد دیدم که بله درسته، واقعا این مثلا 4 نفر از کرمانشاه به من پیام داده بودن، هر 4 نفر به نوعی اون روایتی که من توی گزارشم آوردم رو تایید کرده بودن، هر کدوم در یه گوشه ای از زاویه دید خودش اون ماجرا رو دیده بود و یه تیکه هایش رو مطرح کرده بود، یا توی اهواز یا جاهای دیگه. و خلاصه متوجه شدم که سرکوب، فشار و جنگ علیه زنان توی خیابون ها در تقریبا در همه جا جریان داره. معنای اینکه آدم ها کمتر در موردش از شهرستان حرف زدن این نیست که کسی بازداشت نمیشه، کسی باش با خشونت برخورد نمیشه، اما اینکه طبعا در جوامع در شهرهایی که کمی سنتی ترن تعداد زنانی که حجاب از سر برداشتن ممکنه نسبت به تهران کمتر باشه، این یه نکته، ولی به همون اندازه سنگینی فضا براشون هم بیشتره. یعنی هم اونا باید با حکومت بجنگن و خیلی جاها حتی با آدمهایی که در پیرامونشون هستن هم باید مبارزه بکنن، کما اینکه یکی از دخترها به من گفتش که من خانواده هم خیلی خانواده سنتی هستم، ولی من دیگه بعد از ژینا سنگامو با اینا وا کردم، گفتم هر کاری میخوایم بکنیم بکنیم، اگه من این چیزی که بهش اعتقاد ندارم و بذارم رو سرم به خون اون آدمهایی که رفتن و کشته شدن خیانت کردم. و گفته خودش هم گفت خانواده من مذهبی نیستن مطلقا، یعنی هیچ کدومشون مذهبی نیستن، اما سنتی هن. سنتی یعنی چی؟ یعنی که برشون مهمه در و همسایه و دوست آشنا درباره اون بچه چی میگن و چه جوری فکر میکنن. خلاصه اینکه توی خیلی از شهرها مثلا در شیراز من میدونم که سطح سرکوب بالاست، به ویژه نیروهای امنیتی رو متمرکز کردن در جاهایی که خیلی پرتردد توریست زیاد میره متاسفانه، در مثلا در شهر در گیلان در رشت مخصوصا به خاطر اون فعالیت های مدنی زیادی که تو رشت انجام میشه و فعالان حقوق زنان که توی رشت همشون بدون استثنا بدون حجاب تردد میکردن و خیلی هم هزینه سنگینی پرداخت کردن، بازداشت شدن، بیشتر از 60 سال زندان براشون داده شده، اینا همه الگوی اون بچه هایی هم که اونجا دارن زندگی میکنن و این تاثیر میذاره روی در واقع سطح سرکوبی که تو اون شهر هست. ولی خب متاسفانه به خاطر اینکه به هر حال از تهران دور هستن خیلی وقتا کمتر ما ازشون میشنویم و میبینیم. داشتم خبرارم نگاه میکردم، مثل اینکه شاهدان گفتن که حتی برخوردهای فراقانونی و اصلا خارج از عرف در بازداشتگاه ها هم باشون شده. این خیلی بله عجیب، بله بعد از انقلاب ژینا و انگار که اون خشم شدید این نیروها نسبت به مردم اینا رو در واقع یه جورایی بهشون مجوز داده که این برخوردار رو بکنن، درسته؟ نمیدونم چقدر. ببین یه نکته بگم، ما الان هنوز قانون حجاب و عفاف رو نداریم، یعنی همچنان این لایحه حجاب و عفافی که قرار بود به قانون تبدیل شه بین مجلس و شورای نگهبان در رفت آمده، یعنی هنوز تصویب نشده که به اجرا در بیاد، پس اساسا کل این داستان غیر قانونیه، یعنی تمام این در دفتر و دستک و طرح نور و نمیدونم حجابان و اینا همش غیر قانونیه، هیچ کدومش اقدام قانونی. در پروسه حجابانا اگه خاطرت باشه اینا اومدن وظیفه تذکر دادن رو واگذار کردن به یک گروهی که اول شهرداری گفت اینا در استخدام ما، مترو تهران گفت در استخدام ما، بعد همه زدن زیرش که اینا نیروهای خودجوشن و دارن امر به معروف میکنن برای اینکه اگه اتفاقی افتاد کسی جوابگو نباشه. توی طرح نور بیشتر تمرکز روی نیروی انتظامی و پلیس امنیته، یعنی ماموران نیروی انتظامی و پلیس امنیت به عنوان ضابط قضایی در شهرها دارن کار میکنن، اما خب تو بعضی شهرها و در بعضی مناطق نیروهای لباس شخصی و بسیجی هم هستن، یعنی همین گشتای محلات و اینا هم هستن. همونطور که گفتی یه سری شیوه های تازه مثلا روایت شده، مثلا همین که با پتو آدم ها رو میبرن، یعنی پتو میندازن روشون و میبرنشون. من اول فکر کردم که این به خاطر اینکه پلیس زن همراهشون بود، ولی بعد متوجه شدم که اینطوری نیست، نمیخواست صدای اون آدمه نرسه، یعنی اون پتو رو میندازن که صدای فرقی کمین میکنن، توی جای خلوتتری میرن سراغ اون فرد و بعد پتو میندازن که صدا نرسه. خب این خیلی ترسناک، یعنی عملا آدم ربایی دارن میکنن. یا اینکه مثلا همین خانم دینا قالیباف خبرنگار که روایت کرده در مترو تهران چون اعتراض کرده گفته که من دارم مالیات پرداخت میکنم و حقمه که از خدمات مترو استفاده کنم، چرا اجازه نمیدی؟
اینو بردن و بهش تعرض جنسی کردن، این در حالی که دستش بسته بوده. اون مامور اصلا دیگه انگار نمیترسن از اینکه این خبرها رسانه‌ای بشه، در واقع آدما راجبش صحبت بکنن. یه نکته دیگه که خیلی مهمه و میخوام اینجا بهش اشاره بکنم اینه که جمهوری اسلامی تقریبا همه ویترین های خودش رو از دست داده، با اون فضاحتی که در حمله به اسرائیل انجام داد، با این همه چه میدونم اولدورم بولدورمی که کرد و یک دونه از مشکا نرسید، یا حتی اگر اصابت کرد یک نظامی رو هم نتونست زخمی بکنه. و خب حالا هر چقدر میخوان اونا تعریف بکنن، بگن این یک اقتدار کامل بود، بگن یک عملیات موفقیت آمیز بود، تنها ویترینی که برای جمهوری اسلامی الان باقی مونده همین مسئله حجاب اجباریه. یعنی هیچ چیز دیگه ای نداره. و میبینیم دیگه آقای خامنه ای با همه نیرو و توانش داره در مورد برخورد با بدحجابی و بیحجابی صحبت میکنه. اون که بگه همه کسایی که دارن به هر حال تحت امر اون کار میکنن از این دستور میگیرن و تلاش میکنن به هر قیمتی شده این ویترین رو نگه دارن. من به نکته خیلی خوبی اشاره کردی، مرسی ازت، ممنونم که بیشتر در رابطه با جزئیات خیلی بیشتری در رابطه با این گزارش اینجا صحبت کردی با ما.